نزدیک 157 سال پیش در چنین روزی صلیب سرخ بین المللی توسط هانری دونان پایه‌گذاری شد، اینک کرونا بین المللی شده است. امشب ساعت 8 شب آقای مکرون تدابیر تازه و شرایط دیگری از قرنطینه را در فرانسه اعلام خواهد کرد. لوموند می نویسد اپیدمی خارج از کنترل است. نشریه وست فرانس می پرسد آیا قرنطینه در سطح تمام کشور خواهد بود؟ نشریات می گویند موج دوم یعنی موج کنونی بسیار دشوارتر از اولی است. به هر حال تصمیمات آقای مکرون با مشاوران متخصص انجام گرفته است. فیگارو می پرسد آیا قرنطینه اقتصاد کشور را به ورشکستگی نخواهد برد؟ همین پرسش را نشریه اقتصادی لزکو دارد. می نویسد قرنطینه اقتصاد را تهدید می کند. همین هفته پیش دست‌اندرکاران موسیقی در بریتانیا تظاهرات اعتراضیشان را اینگونه نشان دادند. در چنین روزی 134 سال پیش مجسمه آزادی در نیویورک فرستاده شد از فرانسه در شهر نیویورک پرده برداری شد و 36 سال دیرتر پیراهن سیاه پوشیده ها در خیابانهای روم به همراه موسولینی فاشیزم موجود در حکومت را جانبداری به نمایش گذاشتند. با این مقدمه سراغ انتخابات ریاست جمهوری در امریکا با عکس‌های خبرگزاری آسوشیتد پرس برویم که روز 3 نوامبر برگزار می شود. هر دو طرف یعنی دو حزب رقیب امید به پیروزی دارند و هر دو طرف می گویند اگر آن دیگری پیروز شود پایان دوره طلایی امریکا خواهد بود. اینجا قره‌باغ اولیاست که به کمک ارمنستان می خواهد خود مختاری داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران از این پس به گفته روزنامه لوموند آشکارا جانبدار آذربایجان شده است. در تقویم تاریخ می بینیم 97 سال پیش در چنین روزی کمال آتاتورک در ترکیه زمام امور را به دست گرفت. اما امروز رفتار و گفتار آقای اردوغان حیرت آور شده است. گرچه تحلیل ها می گوید آقای اردوغان به گمان خود از ریزش اقتدار و محبوبیتش به دفاع از اسلام آویزان شده است. هم صدای او بنگلادش که خواهان تحریم کالاهای فرانسوی شدند، یعنی به نوعی درمان و داروی خودشان را نمی‌خواهند. آتش زدن عکس‌های آقای مکرون به گفته آقای اردوغان جانبداری از اسلام است. نشریه چپ اومانیته ضمن تعریف و حمایت از لایسیته در فرانسه از محاکمه تروریست‌های شارلی ابدو می نویسد که یکی از آنها علیرضا درباره کولیبالی تروریست شارلی ابدو گفت ما هر دو ولگرد بودیم و جذب هم شدیم، اما من تروریست نیستم. در حومه شمال پاریس مسجد و مدرسه اسلامی شهرک استن بازگشایی شد به شرط آنکه دوربین های مدار بسته حفاظت و کنترلی را در آنجا داشته باشد. در بازگشت به دشواری های کرونا در شهرک سنتان اوره در استان بروتاین 604 صلیب در اعتراض به وضعیت دشوار کشاورزی و یا سبزی فروشان بازار برگزار شد که نشان از خودکشی بعضی از کشاورزان در این سالهای اخیر را دارد. اینجا شهرک شربورگ در استان شمالی فرانسه است و بندر مشهوران که اینک یک عکاس شناخته شده با حضور افراد مهاجر و بیپناه در حال عکاسی و پیشبینی انجام نمایشگاهی است که حاصلش به مدد و کمک این مهاجرین خواهد رفت. Ensemble que l'humanité pourra répondre aux différents défis qu'elle aura surmontés. Et de cette idée, finalement, est née l'idée de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Et pour symboliser ça, en fait, on peint d'immenses fresques. کمی دورتر در استانبول یک هنرمند در چاره‌جویی و پیام صلح دوستی چنین ابتکاری را به نمایش گذاشته. میگوید ترکیه میتواند پل دوستی شرق و غرب باشد. خارج از ابتکار جالب این هنرمند آرزو کنیم تعصب کور و مردمی و چه دولتی چشمهایشان باز شود.